پانزدهمین روز آبان ماه برابر با 6 نوامبر، سال 1192 خورشیدی برابر با 1813 میلادی، پایان نبرد سیمون بولیوار برای آزادی ونزوئلا. سیمون بولیوار که از دوران جوانی تصمیم گرفته بود برای آزادی منطقه آمریکای جنوبی مبارزه کند، ابتدا به کمک استقلال طلبان ونزوئلا شتافت که در نتیجه موفق به کسب استقلال این کشور شدند. اما کمتر از 2 سال بعد بار دیگر سلطنت طلبان با کمک اسپانیا در ونزوئلا حکومت را در دست گرفتند. سیمون بولیوار این بار در جنگ با نیروهای اسپانیا توانست با کمک 6500 نفر از یاران خود بر 13000 اسپانیایی پیروز شده و سرزمین ونزوئلا را آزاد سازد. بولیوار سپس در مبارزات آزادی خواهانه در کشورهای دیگر آمریکای جنوبی شرکت کرده و این مبارزه را ادامه داد. سال 1314 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، سال روز تأسیس بیمه ایران. در پی مذاکرات دولت‌های ایران و روسیه، امتیاز فعالیت در زمینه بیمه و حمل و نقل به پولیاکوف روسی واگذار شد. پولیاکوف امتیاز یاد شده را به مدت 75 سال دریافت کرد، اما به سبب عدم موفقیت در کارش چند شرکت روسی دیگر هم در ایران نمایندگی دائر کردند. سرانجام با تغییر رژیم روسیه فعالیت این شرکت ها هم پایان یافت و سرانجام شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه در کشور آغاز به کار کرد. آغاز فعالیت بیمه ایران را می توان به مسابقه ملی شدن صنعت بیمه ایران تلقی کرد. شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست 62% از بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم مؤسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکایی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته‌ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش مؤثری ایفا کرد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، تشکیل دولت غلامرضا اصحاری. پس از عدم موفقیت دولت جعفر شریف امامی، ارتشبد غلامرضا اصحاری رئیس ستاد مشترک ارتش مأمور تشکیل دولت شد. انتخاب اصحاری به عنوان رئیس دولت مشکلات تازه ایجاد کرد و موجبات تظاهرات و اعتصابات جدیدی را فراهم نمود. در این میان و در اعتراض به این دولت، روزنامه‌های معروف کشور، کارکنان رادیو و تلویزیون، کارمندان بانک ملی و بانک مرکزی دست از کار کشیدند و التهابی دوباره ایران را فرا گرفت. بازداشت دولت مردان از جمله اقداماتی بود که اصحاری برای تسکین افکار عمومی و راضی کردن مردم انقلابی انجام داد که با شکست مواجه شد و پس از مدتی اصحاری جای خود را به شاپور بختیار داد.